دوباره برگشتیم. همچنان تشکری میکنم مزلینا و مهمان گرامیشان که راجع به مهریه صحبت کردن و گفتن که از نگاه دین اسلام چه جایگاهی داره و در جامعه ما به چه نوع یعنی از مهریه سوء استفاده صورت میگیره. بعض از خانواده هستن که شما بیشتر در او خودتان بهتر میفهمید و فعلا هم در بخش سیاست قرار داریم. محمد کامل با خود داریم، البته نیکپای راجع به ناامنی های اخیر شهر کابل صحبت میکنه. ببینیم که چرا هر صبح ما با یک حادثه شروع میشه و مردم واقعا هیجان زده میشن. وقتی صبح در خواب میباشی، بیدار میشی، میبینی که یا صدای انفجار تو را ناراحت میسازه و اگر صدای از او برتان نمیرسه، حتما در صفحات مجازی وقت سر صبح هر آن کسی که هست یک سر میزنه، پس روح و روان از او تخریب میشن. میریم صحبت با خودشان آغاز میکنیم. سلام، صبح شما بخیر. سلام به شما، اولتر و به همکارانتان. خدا کنه که صبح خوش آغاز کرده باشیم. با بیننده های تلویزیونی جانی شما سلام برشون تقدیم میکنیم. از خداوند برشون روز خوش آرزو میکنیم. خدمتتان عرض بکنیم، در افغانستان هیچ روز نیست که ما به لطف خوش روز روشن کنیم. همه روزا با انفجار، ما امتحار و همسال از اینا روزا رو ما شروع به آغاز میکنیم، شروع میکنیم که بچه حالت است. متاسفانه از بی توجهی، کم توجهی امنیت ملی، ریاست وزارت امور داخله، ریاست کشفش، جنایش و همسالزی اینا توجه درست ندارن. اینا در اینا همه مصرف عیش نوش خودشون هستن، نه مصرف مردم ملت، نه ای که ارسانی هر از محیط و محل از مربوطاتشون معلومات دقیق داشته باشن یا کشفشون قبلا بوده آمادگی داشته باشه که چی واقعی رخ میده، چی خواهد شد. حالی از قلب شهر کابل راکت باران میشن. ما شما دیدیم که وکلیس پارلمان در مربوطات حوزه سی موترشان هم بردن، زخمی هم شدن، سلاحشان هم گرفتن. ما مردم اینطوری نگرانی دارن که آینده فکر میکنیم کدام روز وزیر صاحب داخله، رئیس صاحب امنیت موترشان رو نبرن خودشان سر سرک پیاده بونه. بله بله، توجه و هیچ نیستن، هیچ امنیت وجود نداره. اینا در همی اوضای امنیتی میریم، مثال شکایت مردم ها میرسن، دوزی به اوج خود رسیده، موبایل بردن، اوزار ازیت مردم. شب که از صبح 7 بجه بعد از خانه خود هفت صبح پیش که برای اونها حتما از طرف دوزا گرفتار میشن، موبایلشان اذیت میشن، پولشان و شب هم که نمازشان به بعد کس از خانه خود برآمده نمیتونه. اینا هم مسائلی هستن که بی‌توجهی را امنیت ملی، ریاست جنایی اینا توجه نمیکنن، در امنیت هیچ کم توجهی ندارن. حکومت هم فعلا مصروف نمی که در قطر جلسه داره، حالا چطور شد، چی میکنی، چی باید کرد، چی شد، مصروف نمی گپا. مردم فریب داد رایستن تا 5 سال حکومت از این هم ختم شده، آینده ببینیم چی میشه. جلسه های صلح هم فکر نمی کنم که جایی رو بگیره، به معنی که هیچ کس صادق نیست در وطن، هیچ کس اینطور فکر نمی کنه که وطن از ماست. هر کس فکر میکنه از جیب خود باید پر کنم، یک چیز در جیبم باشه. و کسایی که امروز در وطن موقف دارن، شما قضاوت بکن، اونا بیلدینگ دارن. یک غریب در سطح حکومت نیستن که بو شامل وظیفه داشته باشه، در حکومت، در رأس حکومت قرار داشته باشن. اما آن کسی که هستن، اونا بیلدینگ دارن، اونا پول دارن، سرمایه دارن، بچه‌هاشون دهش نوش هستن. اکثریت ناامنی هم که در شهر کابل میشه از دست از همین بزرگوارا است، همین سرمایه‌دارا هستن. مثل سایر دوستان نام نمیگیرم، لازم نیستن اینطوری مشکلات. بله، چون همین ما میفهمیم که کیها در یک آخر، البته در نامنی شهر کابل بخصوص در قلب پایتخت، خب هر سو ما شاید از این هستیم انفجار میشه و میگیم که در خانه امن هستیم، اما نه، در یک آخر شاید از این هستیم استاد گرامی که در خانه هم حتی ما امن نیستیم. و شما هم یادآور شوین که عامل اصلی از این کمکاری نهادهای کشفی هست. بلیست. پس چی کار باید بکنن که نسبتا امنیت شهر کابل به چند قبل بر بگرده و این دزدی ها از بین بره و انتحار انفجار که هر صبح میشه و راکت پراگانی ها میشه از این جلوگیری صورت بگیرم؟ دقیقا بسیار خوب لطف کردین. فقط هدف بنویس که نیروهای امنیتی ما توجه خود معطوف بداره به می نامنه های کشور، منطقه های نام نباید زیر کنترل داشته باشن، توجه جدی بکنن، متاسفانه نمیکنن. ما هم چندین بار در می حوزه امنیتی یا ریاست امنیتی ملی بعضی مشکلات هایی که ما گفتیم رفتیم، ولی متاسفانه توجه صورت نمیگیره. فکر میکنیم که یک نفری از را میره و امیر روز خود تیر میکنه و دیگه ای تو هدف کس نداره، هدف مشخص که ما خدمت دهی وطن. اما اگر توجه کرده باشین چک پوینت ها بیشتر شده، گزمه ها بیشتر شده، فکر نمیکنین سران دولت در این حادثات شاید دست داشته باشه؟ چون اگر انتحار میشه، انفجار میشه، من فکر میکنم که حتما در موتر تاکسی انتقال داده نمیتونه.
هم موترهای سیاه هست و بعضی هستن که زور دارن، نه بالای چک پوینت اونا استاد میشن و میگن که امو عسکر که استاد میشه او را حتی بیاب میکنن، بیزت میسازن. پس همونا به نظرتون دست نداره دیگه کار هم؟ ما خدمت پیشتر عرض کردم، گفتم که دوستایی که در رأس حکومت قرار دارن اونا صاحب سرمایه و بیلدینگ و همه پس بچه های از اینا هم صاحب هش نوش رو هران چی که از روش بیه. ما شما قبلا یکی از وکل صاحب ها دیدیم که بچه از او بنام وقاب خودن وقاب تخار نامانده بودن، با سلا داخل شهر یک بینظمی را انداخته بودن. این خوی یک دایش است دیگه هایی چی خواهد کردن؟ یعنی یه هدف یه حرفی پیشتری من منیمی بودن که یه غریب هیچ گاه نمیتونه کاری رو بکنه، کسی میتونه که او از زور داشته زوری بسیار قوی پشت سر خود داره از او حمایت میکنه، بچه هم تو هیچ کسی نمیتونه بندی بکنه، هیچ کسی نمیتونه. ما کسی دیگه در رسانه ها دیدیم کارمند امنیت دلیر بچه جناب به قتل رساند، تا امروز آثار از او معلوم نیست، کسی پرسان نکرده از او. شاید کل رسانه ها اطلاع دارن که همین کارمند امنیت ملی به خاطر امنیت وطن بود ولی او را یکی از زورمندان به چشم رو به قتل رساندن ولی تا امروز توجه نکردن. همه گپ نه به تاکسی انتقال و چک پوینت هم جاری نمیگیره. در همین سرای یک از موتر روزانه عبور مرور میکنن، شما قضاوت بکنید یک موتر رو سیل کنن دو تاش سیل بکنه ببینن دیگه نمیتونه ببینن. به این معنی که او را بندی پیدا میشه، مشکلات ایجاد میشه، فقط هم یه استاد هستند و مثل که یک چیز مانده باشیم یک چوکر مانده باشیم از پیش تیر شون. بس همینطور یک حالت است، این طور حالت نیست که اون موتر چک شوه اون موتر دیده شوه، نی اگر میشه شما در چاروی از پا یا چاروی لبشر دیدین صبح ساعت 7 بجه راکت ها از اونجا فروش فایر شدن یا در چاروی ترافیک دیدین که عین شکل است، کی بود؟ از کجا آمد؟ کی کرد؟ هر روز ما از این پلیس اردو هیچ توقعی نباید داشته باشیم. با این معنی که خود از اینا هم وسایت خود نگاه نمیتونن. هر روز ببینید چی شد، دو رنجر زد، یک رنجر زد، رنجری که بالای موتور وکیل پارلمان فایر کردن، دو سه زخمی به جا ماندن، یک نفر کشته از دوزا به جا ماندن. حال تا حق مونه همو تثبیت نشده که موتور از کدام قطعه بوده. این وزارت داخله چی میکنه؟ وظیفه چیست؟ موتور خود تشخیص نمیتونه که موتور از ماست، از کدام حوزه است، از کدام قطعه است، کی بوده، کی نبوده. اینا یک سریال نمبر داره این موتور، این رنجر. چرا هیچ آگاهی نداره، هیچ معلومات نداره؟ زمانی که از داخل قطعه آگاهی نداشته باشه آیا میتونه بیرون اداره بکنه؟ زمانی که آدم خونه خود اداره نتونه آیا میتونه فرم دیگه منطقه اداره بکنه؟ نمیتونه، هیچ گاه امکان نداره. به این معنی که این حکومت اینا مصرف ساتیر خوشان هستن. پس همین سران دولت هم حفظ قدرت خود در امین و امنی ها میبینن. اما یک چیز قبلا گفته بود، گفت تفرقه بنداز حکومت بکن. این از گفته های کسای سابقه است، نمیگم نامش بگم، شاید یک کپ یه چیز شوه. اونا گفته بودن تفرقه بنداز حکومت کو. باز کسی دیگه گفته بودن که قهرمان کسی است که در وطن تا آخر زنده میمونه و کسی که خود امروز میره یک جای میکشه یا امتیار این، او قهرمان نیست، او هیچ جایگاهی نداره در وطن. فقط چوب سوخته است. چوب سوخته است. قهرمان کسی است که تا آخر زنده میمونه. این گفته لیلین است، لیلین کبیر که زمان رئیس جمهور کشور رو عبدک شد روسر حمایت میکرد، گفت قهرمان کسی که تا آخر زنده میمونه. انسان های بیعقل همه خودت چی میکنه؟ از بین میبره. از بین میبره. مشکلی اساسی نمیست که هیچ جایی نداره، همه از های رهبری حکومت ما و شما از بالا تا به پایین همه شما فکر بکنین، اگر حکومت باشه، اگر وجدان باشه، شما چهار نفر یا سه نفر از وزارت صحت عامه بل فیل دستگیر شد، پارلا مشران سنای ما کرب به خاطر احتیاط در روز خودش گرفتار شد و در رشوت گرفتار شد. و شما فکر بکنید جوان بچه 9 ساله ای که به نام عبدالرؤوف در بلخ بود 70 روز 80 روز میشه لادرک است، حساب ازو معلوم نیست. این حکومت چی میکنه؟ در کجا هست؟ از چی آگاهی داره؟ چی میتونه باید کرد؟ نمیتونه بله. هیچ کار. اما سناتورایی که دستگیر شد پس دوباره به ضمانت اونا رها شد. ریا شد. خیلی طور مشکل داره. خوب فکر کو فردا اگر 4 نفری که از وزارت صحت هم دستگیر شدن این شکل خود بود و همسال ازو ما شما داخل والا شایشون نباشیم وزارت مالیه بود در 10 میلیون دلار فساد دست داشتن چی کردن؟ بعد از سفیر تعیین کرد در پاکستان پس آمد فعلا شاید صبح دیگه صبح باز یک موقف را اختیار بکنه. این طور صدا صداقت وجدان وجود نداره که در خاص به خدا به نام وطن چون وطن مادر است خدمت بکنه. نیست دیگه. بله نه. پس اگر کسایی که در دولت هستن اینا وقت حب الوطن داشته باشن، محبت با وطن داشته باشن، میشه که به یک جای برسن. اما اگر تنها به جیب خود فکر بکنن که اونا وقت منافع خود در ناامنی احساس یعنی میبینن، پس بر ما هست که ما یعنی پشتیبانی از اونا رو نکنیم. بعضا هستن مثلا چند قبل شاید ازی هستیم که یکی از رهبرها اعلان کردن که من مشروع میکنم به تخریب حکومت و چطور و چنان یا طوفان می از طرف یک سمت. اما هستن بعضا با وجود از اینکه میبینن وقت بر از او شخص یک مقام داده شد و پول داده شد و آرام میشه، پس بعضا هستن فقط کمی صدا بکنه بر از او جان خدا فدا میکنن. چرا ما یعنی درک نداریم؟ ما درک دارن و
وطن درک میکنن، ملت درک کرده، مردم فهمیدن همه گپا را. ولی متاسفانه در افغانستان امروز که بالاترین چیز جای خود داره، موقف خود داره، پول است. هر کس که پول داشت موقف داره، هر کس که پول داشت قدرت داره، هر کس که پول داشت ملت از اوست. یک چیز است میگن نان داده فرمان دادی. اینا با می حالت هر کس که پول دادن برای کسی از بزرگتر در پارلمان امسال هم گپا ما شما دیدیم شاید چقدر پول پایین بالا شده باشه. و همسال سایرین همه موضوعات که امروز در حکومت میشه تعینات میشه مکمل متوسط پول است. بله وقتی یک وزیر احضار میکنن بر از او چند قبل بر از او مهمانی گرفتن میشه پول توزیم میشه. بله. یک تا دوستای دیگه از هم از او نفع میبره پیششون و کسی که امروز در وزارت ها گمشته میشه فقط برای خویشاوندی است، برای دوستایشون است. و این برادر وزیر خوارزاده وزیر زلت این که والا قضاوت بکنین که یک غریب و بیچاره، یک کسی که کسی نداره در یکی از وزارت ها یا سکتور های امنیتی نیستن، در این نمیشه. ادب به این معنی است که اونا همه خشخوری شده در همی اوضاع امنیتی کابل. شما ببینید کسایی هستن که در هلمند کشته میشه 10 سال میشه 15 سال میشه اونجا جنگ میکنه، یک هزارها برابر قرض میکنه، اینجا کس تایید نمیکنه، او تبدیل نمیشه از اونجا. عمو تا جنازه از به دست انداخته پس نامده، کس توجه نمیکنه. ولی جنابی که در همین منطقه در کابل زندگی میکنه میگه ما امر کنترل منطقه بوچه، ما امر جنایش، ما امر کشف. چرا یک مقدار پول بدید بیارم؟ شما قضاوت بکنید یک موتر شما سندش در جیب تان حفظ بکنین، خانه بانین، بردم یه حوزه بیتین، بعد برد میگه بیادر سند مادر موتر شما گرفتین بیامری، میگه بیادر میت یک 20,000 نمیتید نمیتیم سند ناچل است برو. به این منو چیه فساد حاکیم از دهی وطن، امنیت رفت پشت کلای خود، امنیت خیلی وجود نداره. تمام وطن نگرانی از امنیت داره، سراسر افغانستان همینطور یک مشکلات فوق العاده است. ولی خداوند برای رهبرای ما چیزی اینا دست خود کله خود بده که وجدان محکمه که حاجت به خازینه وجدان خود کار بندازین. و برادر شما یک سفر میکنین میرید یکی از کشورهای دنیا، شاید یک سفرتون یک لک دلار مصرف داشته باشه، مثل دکتر صاحب عبدالله افسوین. کسی هست که صبح خود میخوره شام خود نداره، اگر شام خود میخوره صبح خود نداره. شما قضاوت بکنید کسایی که امروز در چیز است در قطر میره روز $350 تنها شی زینوسن، ما 14,000 دلار امتیاز میگیرن. و برادر یا از کجا میشه عجیب این مردم غریب میرن؟ اینا فقط عیشونوش جیب خود پر بکن، امنیت هیچ جای نیست، امنیت وجود نداره. و اگر گفتگو سال به نتیجه برسه 14,000 ماش از نا قطع میشه، $350 از بین میره. حتما. پس نا هم هر دو جنا کوشش میکنن که پروسه سال به جای نرسه، بخصوص کسانی که هست در دولت چهره های تکراری هستن، از یک بس میرن به بس دیگه. آیا نیست دیگر جوانان نیستن، کسایی نیستن که نخبه باشن و اینا هم آیسا آیسا رو به قدرت بیارن، آیسا آیسا حاکم کشور شوان؟ اما نه، فقط چند شخص محدود هست، فقط بگی که افغانستان قطر رجال باشه، فقط از یک وزارت میره به وزارت دیگر، از یک ولایت میره به ولایت دیگر. اما درست طور مثال همین حوزه آمریتا یا حوزه کابل از یک حوزه تبدیل میکنه به دیگه حوزه. و برادر افغانستان 30 میلیون نفوس داره، تنها هم 5 ده نفری که اینجا هستن اینا قرارداد نکردن. مثلا 5 ده نفری که در ریاست جمهوری هستن قرارداد نکردن، و 5 نفری که هستن این وزیر ده وزارت روان که وزیر جناب اتمر صاحب چند وزارت شما قضاوت بکنین؟ تایمر وزارت معرف بود، وزارت خارجه رفت، خوره شورای امنیت بود، آلتنات مردم افغانستان است؟ یا همسال از کسای دیگه ای که جناب اسدالله خالی چند بار وزیر دفاع شد، رفت رئیس امنیت شد، باز وزیر دفاع شد، و جناب محسود صاحبی اندرابی همسال از اینا چی کردن؟ ما برای پارلمان یک کلمه خدمت شما عرض بکنم که جناب وکیل صاحب پارلمان شما یک توجه بکنید، رای دادین برای اتمر صاحب، برای اندرابی صاحب، برای خالد صاحب، برای سراج جا رای دادین. شما قبلا نتبین در کابل چه حالت قرار داشت؟ آیا آدم گذشته شما هیچ پند نگرفتین؟ هیچ تجربه نداشتین؟ یک بارم گذشته یادتون بیارین که روز در کابل چی است. شما باید برای اینا رای نمیدادین، برای یک شخص درست و سالم رای میدادین که از یک چیز برداشت بکنین. بله. اینا در گذشته چی کردن که باز بکنه؟ دقیقاً امروز وکیل بالا برده فلا خودشان میبره. بله بس نقطه داری است، وقت هم وکیل صاحبا یک شب پیش دو شب پیش مهمانی داشته باشن و پول لغز بکنن که حتما رای میتن. تشکر میکنیم از شما استاد کامل، راجع به اوضاع اخیر شهر کابل صحبت های داشتین و ان شاء الله برنامه بعدی صحبت ها را ادامه خواهیم. قربان شما، شما سلامت باشید. تشکر از شما و از برنامه تون که ما اینجا ما هم وقت تون ضایع کردیم. وقت خوش برتون، روز خوش، سلامت باشید. یک ما برنامه کوچک داریم، همچنان با شما دوستان می باشیم.